در سوریه در زیرزمین خانه‌ای در شهر حلب در شمال شرقی آن کشور ده‌ها زن پشت چرخ‌های خیاطی نشستند و برای نیروهای نظامی و وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور یونیفرم نظامی می‌دوزند. زن‌های خیاط در این محل در سنین مختلفی هستند، اما همگی در یک چیز مشترکند. آنها مردان خود را در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه از دست دادند. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. جنگ در سوریه هزاران زن را بیوه کرده است. بسیاری از آنها قادر به کسب درآمد نیستند. بعضی‌ها از 1 سال قبل کنترل حلب را به دست گرفتند. برای نگهداری از بیوه ها مرکزی را به نام رد الجمیل در ساختمان مخروبه‌ای که تعمیر کردند در اختیار حدود 150 زنی گذاشتند که با خیاطی اکنون نانآور خانه هایشان هستند. بس لولاهن ما رجعت لنا حلب. لطف خدا بود که این مرکز ساخته شد. من فقط برای درآمد به اینجا نیومدم. پس از شهادت پسرم روحیه خوبی نداشتم. اما وقتی به اینجا اومدم و زنان جوانتر و پیرتر از خودم رو دیدم، روحیه‌ام قوی شد. مشان انا كنت بحاله نفسيه تعبانه كثير يعني. مرکز دارای مهد کودک و دبستان است و قرار است آشپزخانه هم ساخته شود تا زنان بتوانند غذا درست کنند و در بازار بفروشند. اسمو مرکز رد الجميل. این مرکز جبران خوبی ها نام داره. زنان بیوهی که مردهاشون رو در جنگ از دست دادن بر حسب سفارش مشتریان اونیفرم نظامی یا شلوار جین می دوزن. زنان شاغل در این مرکز بین 3000 تا 5000 پوند سوری در هفته معادل 6 تا 10 دلار آمریکا درآمد دارند. رقم کمی است، اما برای زنان بیوهی که هیچ درآمدی نداشتند و زیر بار قرض زندگی می کردند رقم قابل توجهی است. شهر حلب پیشتر بین نیروهای دولتی در غرب و مخالفان در شرق آن تقسیم شده بود. 13 ماه قبل نیروهای وفادار به بشار اسد بر مخالفان پیروز شدند و آنها را مجبور به ترک حلب کردند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.